سلام با یک ویدیو دیگه از مجموع ویدیوهای داستانی نه و در خدمت شماییم و این بار توی ویدیو سوم قرار راجب داستان دو هفته بعدی و ادامه داستان دردلورت ها رو داشته باشیم توی این بخش از داستان با لیدی وش داستان شروع میشه و ابتدا زمانی که میخوایم شروع کنیم متوجه میشیم که لیدی وش اون لیدی وش اصلی نیست و یه دردلورد در قالب لیدی وش توی اون کمپ اصلی ما قرار گرفته و خود لیدی وش میاد اون دردلورد رو پیدا میکنه و اون رو میکشه اینجا برامون سوال پیش میاد اگر درد ها تونستن اینقدر زیاد نفوذ کنن که به کمپ اصلی ما برسن اگر تونستن چهره یک شخصی با اون درجه بالا تو هاوس آف آی که خودشون معروف جاسوسیان رو به دست بیارن چه کارهای دیگه ای ازشون بر نمیاد پس پرایمس ما رو به دنبال این موضوع میفرسته و همراه با لیدی وش به ریوندرس میریم که دو تا نامه رو برای پرنس روناتل و استون رایت ببریم توی این دو تا نامه پرایمس از این دو نفر میخواد که با ما همکاری کنن تا بتونیم جلوی کارهای درد لورز ها رو بگیریم توی این نامه ها چند تا بخش جالب وجود داره که قبل از اینکه بریم حتی به اون منطقه توجهمون رو جلب میکنه توی نامه اول رناتل با یه لحن دستوری بهش گفته شده که ما رو به استون رایت معرفی کنه و همه یه تلاشش رو به کار بگیره تا استون رایت پیام ما رو بپذیره حالا اگر کوست های ونتیر ها رو زده باشید اون اوایل شدولند میبینید که رناتل یه جلسه ای برگزار میکنه که همه رئیس های ونتیر رو دعوت میکنه و ازشون میخواد که با استفاده از مدال هاشون کمکش کنن که جلوی دناتریوس وایسن ولی استون رایت اون موقع بهش میگه تو کسی رو نداری که همراهیت کنه و موفق نخواهی شد و اعلام بیطرفی میکنه پس در اینجا پرایمس به دنبال اینه که رناتل تمام تلاشش رو برای برگردونن استون رایت به سمت ما و نیروهای ما بکنه. توی نامه دوم خطاب به استون رایت پرایمس نوشته که شاید زمان این رسیده باشه که یه بار دیگه شدولن معنی واقعی رست رو ببینه و نشونشون بدی. شاید براتون سوال باشه مگر در گذشته چه اتفاقی افتاده؟ بعد از کوست اول این قضیه رو براتون کامل روشن میکنم. ابتدا باید یک کوستی بزنیم که بفهمیم چه اتفاقی بر سر سایر افتاده این بخش برای کسایی که سایر دناتریوس رو کشتن تکراریه ولی برای کسایی که نکشتن یه ویدیویی نشون داده میشه و توی اون ویدیو سایر دناتریوس رو توی رمونیا شمشیرش ما زندانی میکنیم بعد از اون معرفی اولیه به سمت محل استون رایت شروع میکنیم به حرکت و توی مسیر پرنس راجع به اتفاقاتی که افتاده در گذشته توی منطقه ریوندرس برامون صحبت میکنه ر... رناتل به همون میگه سالها پیش زمانی که اولین ونتیرها توسط دنتریوس ساخته شدند دنتریوس یک موجود جدیدی رو هم به نام نترازیم ها ساخت پس یعنی نترازیم ها یا همون اشخاصی که ما به عنوان دردلورد میشناسیمشون تو از راست ساخته دست دایر و هدف ساخته شدن در ها نفوذ و کشتن انمی هاشون توی سرزمین های دیگه و حتی دنیای زنده ها بوده با وجود اینکه که اونها تخصصشون مخفیانه کار کردن بوده یکی از این حمله ها به دنیاهای دیگه از دید لایت مخفی نمیمونه و لایت برای انتقام گرفتن یه منطقه از ریوندرس که در اختیار نترازیم ها بوده رو به طور کامل نابود میکنه این منطقه توی ریوندرس الان هست و توی قسمت غربی ریوندرس قرار داره که یک زمین بایر و بسیار خشکی سانکتوری اف مد توش قرار داره تئوتار رو توش دیدیم و قطعا میدونید کدوم بخش ریوندرس رو دارم میگم و در گذشتم توی یکی از ویدیوهای دیگمون اگر اشتباه نکنم زمانی که داشتیم راجع به افتر لایفز ریوندرس صحبت میکردیم راجع به این بخش هم توضیحات کامل رو اون زمان دادیم و زمانی که نیروهای لایت به منطقه ریوندرس حمله می کنند که نترازیم ها رو نابود بکنند ارتش مال رکسوس که وظیفش دفاع از سرزمین های شدولنده در مقابل لایت ایستادگی نمیکنه و کمکی به بنتیرها ها نمی کنه. پس استون رایت ارتش سنگی خودش در مقابل نیروهای نارو یا همون لایت قرار میده که باعث تلفات بسیار زیادی توی نیروهاش میشه. اما زمانی که این جنگ تموم میشه دناتریوس نترازیم ها رو به دنیای دیگه تبعید میکنه و اونها رو از سرزمین خودش بیرون میکنه اما رناتل اینجا به ما میگه که دناتریوس هیچ وقت در مورد اینکه چه اتفاقی بس از این برای نترازیم ها افتاده هیچ وقت به من به عنوان اولین ونتیر چیزی نگفته اما من بعدا فهمیدم که اونها با یک اسم دیگه وارد دنیای زنده ها شدن که بهشون شما میگید دردلور حالا جلوتر که بریم ادامه این توضیحات راجب نترازیم ها رو کامل تر میکنیم در زمانی که به استون رایت میرسیم به همون یه معمولیتی داده میشه که نترازیم هایی که توی لباس نیروهای ریمندرس توی منطقه حضور دارن رو از بینشون شناسایی کنیم و نابودشون کنیم در پایان این کوهست با مالگانیس روبرو میشیم که یک از دردلورت بسیار معروفه و به همون میگه اینها همه نقشه بوده و برای این بوده که حواستون رو پرت کنیم و در اون لحظه به استونرایت حمله میکنن بقیه درد لرد ها مدال مخصوص استونرایت رو ازش میدوزن و فرار میکنن بعد از این ماجرا به دنبال مالگانیست و مدال استون رایت باید بریم که یه وقتی اونا نتونن ازش در برابرمون استفاده کنن بعد از این اتفاق ما به سینفال برمیگردیم تا ابتدا سینفال رو از شر حضور هر گونه درد لوردی پاک کنیم که توی بیس اصلیمون دیگه نفوذ نداشته باشن و بعد از این متوجه میشیم تمام این حمله ها بخشی از یک نقشه بوده که میخواستن حواسمون رو از کار اصلی پرت کنن و نترازیم ها هیچ وقت به صورت واقعی توسط دناتریوس از رای وندرس و, و شادولند اخراج نشدند بلکه به دستور دناتریوس مخفی شدند که در یک زمان دیگه بتونن برگردن و دستورات دناتریوس رو انجام بدن و کل اینها برای این بوده که حواس ما رو پرت کنن و بتونن دناتریوس رو نجات بدن که همین اتفاق هم میفته و این زمانی که ما داریم سینفال رو پاکسازی می استون رایت رو نجات میدیم اونها در تلاشن که نتریوس و رمونیا رو بدوزن و این اتفاق هم میفته این پایان قسمت پنجم کوست های نهویه که ولی در هفته بعدش ما همین داستان رو داریم ادامه میدیم چیزی که تا اینجا به دست آوردیم اینه که ما تونستیم مالگانیس رو اسیر خودمون بکنیم ولی در عوض سایر نتریوس رو از دست دادیم ادامه این کوست ها توی هفته بعد به این صورته که ما توسط یه سراب منطقه آردن ویلد احضار میشیم و به همون خبر میرسه که هولون که معموریتی بهش داده بودیم که بره دنبال نایت وریور های بیشتری بگرده دوتا نایت وریور پیدا کرده که یکیش توی منطقه مال رکسوس قرار داره و یکی توی منطقه ریوندرس اگر یادتون باشه توی کوست های کمپین نایت فی تو اون مراحل پایانیش که هولون رو دیدیم بهش یه دادیم که بره نایت وریور های بیشتری رو پیدا کنه اونها رو ببینه اونها با قدرت الون چی کردند کردن که تونستن کنترلش کنن بلکه ما بتونیم این قدرت رو و این داستان رو به رانده آموزش بدیم که اون هم بتونه این قدرت ها رو کنترل کنه و دیگه به اون حالت قبلیش نباشه اولی نایت وریوری که پیدا کنیم توی منطقه ملدرکسوس قرار داره و توی کوست همون وارد اتاقی میشیم که اون کاراکتر توش قرار داره بعد از انجام دادن یه سری کوست های اولیه و اینکه اون تاور رو تا بالا باید بریم و اون تاور پر از تله های مختلفه به کلیگ میرسیم که یه انکبودیه که بارها و بارها توی منطقه مال رکسوز باهاش روبرو شدیم و نفر دوم هاوس آف دی آی بعد از لیدی وشه اما اون به همون میگه من به شما کمک میکنم به شرطی که اول معموریت خودم رو به پایان برسونم و توی معموریتش کلیک به همون میگه که دوباره یه سری نیرو به هاوس آف ریچوال نفوز کردن و ما باید اونها رو نابود کنیم و توی این کوست ها هم ما به کلیک کمک میکنیم اما وقتی از معموریتمون توی ملرکسوس برمیگردیم یه سرا به همون میگه که Uh, هولون به دردسر افتاده و باید برای نجاتش به اون منطقه زود بریم قضیه از این قراره که در حالی که هولون داشته دنبال نایت وریور دوم میگشه توی ریوندرس به دست استون رایت اسیر میشه و اون هم الان میخواد توی ما بندازش توی این ماموریت دوم دو تا کاراکتر خیلی جالب همراه مونن یکی کاجل فیس که از اولین کوست های منطقه ریوندرس همراهمون بوده و دیگه لیدی مونبریه که توی کوست های آردن ویلت همراهی بوده همراهی این دوتا کاراکتر و دیالوگ هایی که براشون انتخاب شده یه مجموعه کوست بسیار جالب و برامون رقب میزنه که خودش از هنر تیم طراحی و داستان نویسی بلیزارده که بد نیست بهش اشاره کنیم اما توی اینجا باید چی کار کنیم؟ ابتدا با کمک لیدی مونبری تبدیل به یه استون لیجنر میشیم که بتونیم به کمپ دامننس کیپ وارد بشیم و نفوذ کنیم و اطلاعاتی در مورد هولون به دست بیاریم ببینیم هولون چه کجاست و چه جوری اسیر شده توی این کوهستا اول با مالگانیس روبرو میشیم که اونجا زندانیه و از همون کمک میخواد ما هم باهاش موافقت میکنیم بهش میگیم ما میریم کلید زندانت رو به دست میاریم اما هدف اصلیمون چیه ما قصد نداریم مالگانیس رو آزاد کنیم ما قصد داریم برای خودمون زمان بخریم که توی اون منطقه بمونیم اطلاعات بیشتر به دست بیاریم و زمانی که کلید زندان مالگانیس رو پیدا میکنیم و جای مالگانیس برمیگردیم به جایی که مالگانیس رو آزاد کنیم کلید رو به ها تحویل میدیم و می گیم قضیه از چه قرار بوده و باید محافظتشون رو بیشتر کنن چون هر کسی به راحتی میتونه کلید رو پیدا کنه و به دست بیاره بعد از این کار گارد ها به همون میگن که یه موجودی که یه مقدار بسیار زیادی انیما داشته دیده شده و ما به هوای اینکه اون موجود ممکنه هلون باشه دنبال اون موجود و اون نشونه ها میریم زمانی که به اون موجود میرسیم میفهمیم یه روح سرگردون دیگه بوده که توی زندگی پس از مرگش دوچار مشکلات زیادیه و کمکش میکنیم که از گناهانش به شیوه منطقه, مل... به شیوه منطقه ریوندرس توبه کنه اما در نهایت بعد از انجام دادن این کوئرس های هاشیهی به هولون میرسیم که استون رایت آماده است پرتش کنه توی ما و دلیلش هم اینه که توی منطقه ریوندرس نفوذ کرده و قصد به هم ریختن منطقه رو داشته البته این اشتباه استون رایت بعد از یه مبارزه خیلی کوتاه و یه ویدیویی که اینجا فعلا وجود نداره ما استون رایت رو را راضی کنیم که این کار رو انجام نده و در نهایت معلوم میشه که استون رایت همون نایت وریور دومیه که ما به دنبالش بودیم توی این بخش یه چیز دیگه هم میفهمیم که استون رایت توی زندگی بعد از مرگش تونسته به قدرت رساف الون کنترل پیدا کنه و اون رو تحت اختیار خودش بگیره و حالا تبدیل به هاروستر اف شده که میتونه اون خشم دیگران رو از بدنشون بکشه بیرون و اونها رو از اون گناهان و اون خشم پاک کنه و ازش می‌خوایم که همراهمون به آردن ویل بیاد تا بتونه کمکمون کنه که اون خشم رو از بدن ترندا خارج کنیم بلکه ترنده دوباره بتونه کنترل خودش رو به دست بگیره و همراه به آستون رایت و کلیگ به آردنویل برمیگردیم و میبینیم که ترانده در حال دیوانگی بر اثر خشمه و این خشم چجوری جوری به وجود اومده این خشم حاصل اون اتفاقی که توی بی اف ای افتاد و سیلواناس اومد دارناسوس رو به آتش کشید و شهر محبوبش به همراه مردمش توی این آتیش کشته شدن و از بین رفتن و این خشم داره کم کم ترانده رو به مرز دیوانگی میکشونه. خب اینجا با کمک استون رایت کلیگ و الون ترانده میتونه که خشمش رو کنترل کنه البته اینجا دو تا ویدیو قرار داره که توی بازی نیست و خیلی داستان کامل نیست و رو به راحتی نمیتونیم متوجه بشیم که چه اتفاقی افتاده در پایان این دوتا ویدیو یه آرتیفکت معروف لیجن که تیراف الونه روی زمین قرار داره باید ورش داریم با خودمون به هارت آف راست پیش وینتر کوین ببریمش و باید منتظر بشیم ببینیم زمانی که این ویدیوها به بازی اضافه بشن چه چیزهایی تو این ویدیوها قرار داشته تا ما بتونیم این داستان رو کامل تر از قبل متوجه بشیم این ویدیو رو هم اینجا تموم میکنیم این حاصل دو هفته دیگه از شدولند توی پچ که و امیدوارم که راضی بوده باشید ما رو توی صفحه های مجازی توی اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید ممنون از وقتی که گذاشتید این ویدیو رو هم دیدید خدا نگهدار